میخوام خدمت شما بگم این یه رویه‌ایه که هر کدوم فقط طرف مقابل رو تهدید میکنه و انصافا تا به حال هم اثرگذار بوده. البته قبول دارم در مسئله اخیر مربوط به آقای احمدی نژاد که نماینده مجلس عقب نشینی کردن، تهدید ایشون خیلی کارآمد نبوده، به دلیل اینکه همین صرف تهدید آبروی نماینده‌ها رو برد و اتفاقا اگر عقب نشینی بیشتر آبروشون رو برد. یکی از علمای بزرگ موقع میگفتش که بعضیا خیلی میخوان خوشی مقدسی به خرج بدن، بهشون میگه نظر در مورد فرانکس چیه، میگه ای آقا اجازه بدید غیبت نکن. این همین بدتر از همه چیزه. یعنی شما اگر بگی طرف دزده، خب مردم میفهمن دزده، ولی ای آقا اجازه بدید نگیم، همه چی تو ذهن مردم میاد. این روشی که آقایون با هم در واقع رفت و برگشت شروع کردن، آبروی براشون در بین مردم نذاشته. بیشتر به نظر من کاری که احمدی نژاد کرده، من میخوام خدمت شما بگم این تهدیدی که میکنم، به خصوص تهدیدی که احمدی نژاد داره میکنه، میخواد دعوا بین اصولگرا بنزه. یعنی میخواد به بعضیشون بگه بعضیتون بیشتر از شما خوردن، من الان افشا میکنم. این تأثیر رو مردم دیگه نداره. مردم همه اینها رو با هم دیگه فاسد میدونن، مردم زندگیشون رو میبینن. آقای دکتر میلانی فرمودن 700 میلیارد دلار اومده پول تو کشور، کشور فقیرتر شده. بس مردم میفهمن این گپ کجا رفته. یعنی نیاز در دوره که خود شما، خود آقای کروبی رئیس مجلس بودن، آیا چنین اتفاقاتی میافتاد؟ این در واقع این میزان از برخورد بین نماینده ها وجود داشت در افشاگری؟ ببینید در اون موقع اصلا امکان پذیر نبود که، به دلیل اینکه قوه قضاییه در مقابل مجلس ایستاده بود. یعنی کوچکترین تخلف نماینده رو قوه قضاییه باش برخورد میکرد. یعنی به محض اینکه حتی توهم سوء استفاده، من نمیگم سوء استفاده نبوده، حتما سوء استفاده بوده. در همون دوره آقای کروبی اومدن در تریبون مجلس از 80 اسکله غیر قانونی صحبت کردن که دولت و موقع دولت آقای خاتمی بود. یعنی به هر حال وجود داشته که نهادهای موازی این کارا رو میکردن. اما به دلیل اینکه قوه قضاییه کاملا در مقابل مجلس ایستاده بود، اگر تخلفی صورت می‌گرفت خیلی سریع‌تر از اینکه بخواد به افشاگری روزنامه و رسانه‌ها برسه، قوه قضاییه برخورد می‌کرد. و به همین جهت می‌خوام خدمت شما بگم این مسئله همیشه بوده، اما در این دوره به دلیل اینکه یه روز آقایون افتخار می‌کردن که الحمدلله هم نظر شدن، هم یک دست شدن مجلس قوه قضاییه، من در همون موقع در روزنامه آفتابی از نوشتم که این یک دستی نتیجه‌اش این خواهد شد که منافع مردم زیر پا گذاشته میشه، اجماع بر علیه مردم نه برای مردم. با همین عنوان من در روزنامه نوشتم. به گمانم الان به دلیل اون هماهنگی که وجود داشته و به دلیل تلقی درستی که احمدی نژاد داشت که آقای خامنه‌ای نمیتونه باش برخورد کنه، قوه قضاییه نمیتونه برخورد کنه به خاطر مسائل داخلی و خارجی، دستشون باز بود در سوء استفاده شون. من گمان میکنم الان به مراتب بیشتر شده و عرضم میکنم نمونهش همین که 700 میلیارد دلار درآمد نفتی بوده و وضع مردم بدتر شده. این اعتقاد داره که تو این ماجرا هیچ کدوم از نماینده مجلس قربانی نخواهند شد تو این پرونده؟ من گمان میکنم قربانی نخواهند شد اینهایی که مطرح شدن که آدمای سرشناسی هستن. اما یه نکته هم اینجا خدمت شما میگم، احمدی نژادی که دولتش حتی مصوبات مجلس رو اجرا نمیکنه، اگر با همین نماینده ها هم دست نبود با توصیه یک نماینده کاری انجام نمیشد. یعنی میخوام به شما بگم اینطور نیست که الان یک نماینده مجلس اگه توصیه نوشه بانک وام بده، چون عرض میکنم مصوبه قانونی مجلس رو احمدی نژاد اجرا نمیکنه. در این شرط توصیه یک نماینده خیلی کارآمد نیست. این نماینده هم میگم دست داشتن، ولی با خود دولتی هم دست بودن، حالا سر خوردن دعواشون شده. آقای میلانی اشاره کردن این توصیه نامه هایی که نوشته شده، آقای علایالدین بروجردی همونطوری که خودتون میدونید بحث زیادی شد که ایشون 26 توصیه نامه نوشته بوده رئیس کمیسیون امنیت ملی در مورد رابطه ایشون با آقای امیر خسروی. اخیراً یک صحبتایی رو مطرح کرده و گفته در نظام جمهوری اسلامی فرض بر این است که باید به حرف های رئیس هیئت مدیره بانک های کل کشور اعتماد کردین. این نقلی که آقای بروجردی در دفاع خودش در مورد رابطهش با آقای امیر خسروی صحبت کرده و رد کرده این 26 نامه که نوشته شده رو، گفتن یه 5 موردش با امضای رئیس کمیسیون بوده، بقیه به عنوان نماینده بروجرد و پروژه‌هایی که اونها این گروه آریا و شرکت وابستهش در اونجا داشتن. فکر می‌کنید اشاره کرده شما به این حلقه فامیلی که در واقع در مجلس هست، وقتی که آقای لاریجانی، آقای بروجردی، آقای مطهری، توکلی اینها رو کنار هم می‌ذاریم، به چه نتیجه می‌رسید شما؟ والا اولا نتیجهش خیلی روشنه، مطالعاتی الان دقیق شده نشون میده که حدود 2000 نفر هستند که از 32 سال پیش تمام مقامات کلیدی مملکت رو در دست داشتند. یعنی اینها داستان هزار فامیلی که در دوران شاه بود رو خیلی خیلی بدتر متحقق کردن. اون داستان حداقل سیاهه میگه که شاید اینا 2-3 هزار نفر هستن. اینا الان به دقت میشه گفت، یعنی پروندهشون هست، اسامیشون هست، تعدادشون حدود 2000 نفره و از این 2000 نفر تعداد معینی روحانی هستن و چون این روحانیون دیگه نمیتونن رأی بیارن حتی در انتخابات کنترل شده، میرن در جاهای کلیدی که پول هست و نشستن و سر بیت المال نشستن و دقیقاً دعوا بر سر تقسیم اون هست. ببینید نوشتن توصیه نامه
کار همه نمایندگان مجلس در همه دموکراسی ها هم هست. تو آمریکا نمایندگان مجلس توصیه می نیستن، ولی اینا توصیه نیست. شما برید همون گزارش اول پالیزراد رو بخونید، اینا آشو با جاش میبرن. اینجوری نیست که میان میگن سن توصیه میکنن به فلان کس وام بده. به آقای ناطق نوری به گفته آقای پالیزراد وام میدن، قیمت شرکت رو پایین تر از اون که هست به یک دهم بهش میفروشن، وام هم نمیده، بعدم زورم داره که بانک بهش میگه وام پس بده، میگه نمیدم. این مسئله. ببینید در دوران شاه هم نمایندگان مجلس فاسد بودند. رئیس سنا به عنوان آقای 5% شهرت داشت، آقای شریف امامی، اتهامش این بود، ولی 5% میگرفت. اینا 99%ش رو میخورن، 1% هم برای ملت به زور قائل هستن. گرفتاری به گمان من توصیه نیست، گرفتاری نوع توصیه است. نوع توصیه این است که به یه بانک، شرکتی که ارزش نداره، در همین ماجرای اخیر که اسنادش در اومده به قطع میشه گفت، یه شرکتی که اساساً ارزش واقعی بانکی اعتباری نداره، چند صد میلیون دلار پول دادن که بیش و کم همش به بیرون منتقل شده، اون گیر هست و تردیدی نیست که اون کسی که این توصیه رو نوشته 1% از این پول رو دریافت کرده، اون کسی که زیر دستش بوده 1% رو دریافت کرده برای اینکه خبر رو زودتر منتشر نکنه، اون منشی که اینو تایپ کرده 1% گرفته برای اینکه اون رو زودتر درز نده. اینا یه سیستم فساد به هم پیوسته مافیایی است. نمیشه این کارا رو کرد اگر همه در ماجرا دست نداشته باشن. آقای احمدی نژاد هم به قول دوست عزیزم الان 6 ساله هی تهدید میکنه، هی مثل مکارتی، واقعا منو یادآور دوران مکارتی است. مکارتی میگفت من در جیبم لیست دارم، 600 تا لیست دارم، 1000 تا لیست دارم، 200 تا لیست دارم، یک بارم این لیست به اصطلاح کمونیستا رو تولید نکرد. آقای احمدی نژاد در مقابل مردم مسئولن، شما ادعای اینو میکنید که نماینده مردم هستید. من واقعا فکر میکنم شما مسئولید در مقابل تاریخ. اگر لیست دارید فردا بیارید اسامی رو. مشفقین کی هستن؟ اینها مشفقین نیستن، اینها معاندین مردم هستن که اجازه میزن 700 میلیارد دلار در دورانی که شما رئیس جمهور مملکت بودید از بیت المال ببرن. یه روزی شما به دادگاه خواهید رفت، هم دادگاه تاریخ و چه بسا که دادگاه مردم. آقای واحدی، آقای بورژری که داشت صحبت کردیم، نقلی هستش که آقای مهدی خزعلی میگه ایشون وقتی که به زندان رفته بوده در دوره که بازدید میکردن از زندانی ها، میگه این حقایق رو وارونه جلوه میداد. موقعی هم که ایشون خودش شخصا باهاش ملاقات میکنه، میگه وضع زندان اونطوری نیست که توصیف میکردین. آقای بورژری چطور به ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس رسید؟ آقای بروجردی ارتباطات سابق با آقای ناطق نوری خیلی قوی داشتن، البته در مجلس ششم هم ایشون بود و تلاش هم میکرد با به نحوی خودش رو خیلی آدم اخلاقی نشون بده، با هم ارتباط داشته باشه. من فقط این نکته نبوده آقای بروجردی بگم، ببینید در همین تکذیبی هم که ایشون داده نگفته من بازجویی نشدم، نگفته احضار نشدم، فقط گفته بازداشت نشدم. ظاهرا در جمهوری اسلامی یه روز و دو روز اینا خیلی مطرح نیست به زندان رفتن یا حتی نگه داشتنش. آقای بروجردی از زمان مجلس ششم که من یکی دو سفر خارجم که با کربی رفتم ایشون هم بودن، تلاش میکرد به خصوص یکی از سفرها آقای ناطق نوری هم بود، چون خیلی سعی کرد خودش با آقای ناطق نوری نزدیک کنه، اما الان واقعیتش نمیشه گفت مرتبط با آقای ناطق نوری، چون آقای ناطق نوری دیگه الان خیلی حناش رنگی در حکومت نداره و بلکه اگر جایی سفارش کنه حتما باعث بیچارگی اون طرف سفارش شده میشه. متو هنر ایشون این بود که در زمان آقای حداد عادل خیلی بهشون نزدیک شد، در زمان آقای لاریجانی بهشون نزدیک شد. ارتباطات ایشون با سنتی های جناح محافظه‌کار خیلی قویه. یک بعدم در بین این آقایون کسی که یک مقدار سابقه دیپلماسی داشت، که البته نشانه دیپلماسی ایشون هم کشته شدن 8 جوان مظلوم ایرانی در مزار شریف بود، چون باشون تماس گرفت و بهشون گفت بمانید امنیت داره اونجا، برای ایشون تنها کسی بود که یک مقدار سابقه وزارت خارجه داشت، مقدار سابقه کار داشت. در دوره‌ای که اینا می‌خواستن در مجلس هفتم به خصوص که یک بار همه چی دستشون اومد می‌خواستن رئیس کمیسیون بذارن، کما که شما برگردید ببینید آقای ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی چقدر سابقه اقتصادی داره و سایر آقایون در دوره‌هایی که بعد از به خصوص بعد از مجلس ششم که اینها فقط براشون مطرح این بود که کسانی که اصلاح طرف هستن به مجلس نیان، در مجلس هفتم مجلس هشتم قحط الرجال هم داشتن. وگرنه آقای بروجردی اگر باشون از کم صحبت بکنید، ایشون تحصیلات در علوم آزمایشگاهی هست، حد اکثر مدرک هم که ایشون در مجلس ارائه کرده در زمان مجلس هفتم لیسانس بوده، ولی ایشون معروف هم آقای دکتر بروجردی، کسی هم نمیگه که دکتر ایشون کجاست. هیچ وقت هم خود یعنی حتی من در زمان مجلس هفتم دسترسی پیدا کردم به مدرکی که ایشون خودش ارائه کرده، لیسانس علوم آزمایشگاهی. برات به دلیل قحط الرجالی که مجلس هفتم داشتن عرض می‌کنم، ریشه‌اش هم در این بود که تنها نکته مهم برای شورای نگهبان و برگزار کننده انتخابات بود که اصلاح طلب وارد مجلس نشه.
هر کسی که یک مقدار مشهوریت داشت و معروفیت داشت آوردن در مجلس، ایشون هم در قضیه زاگرس خودرو تا تونست از همین فضا استفاده کرد که الان گفته که من فقط برای تولید و اینها توصیه کردم. آقای میلانی، آقای بروجردی هم تو که میدونید ایشون متولد نجف هست، 20 سالگیش در واقع برمیگرده به ایران و ظاهرا در بحثای ما داشتیم تو همین برنامه در مورد آقای شاهرودی، خود آقای لاریجانی، اینها در نجف روابط خیلی نزدیکی داشتن با آیت الله خمینی. چقدر فکر میکنید که این نوع روابط باعث شده که این افراد در واقع میمونند بدون فارغ از این که چه فشارها و چه مسائل و چه اتهاماتی متوجه اونها میشه؟ من فکر میکنم همونطوری که اشاره مکرر شد، واقعا این روابط خیشاوندی، این روابط زد و بست های سببی و نسبی جوهر فساد موجود در این رژیمه. این رژیم هم به نظر من براش مسئله تولد در ایران یا حتی ایرانی بودن چندان محلی از اعراب نداره، کما اینکه سپاه پاسداران ایران در عنوانش، در پرچمش اسمی از ایران نمیبره، برای اینکه رسالت خودشون رو خیلی وسیع‌تر از ایران میدونن. ولی دقیقاً به لحاظ این روابط، دقیقاً وقتی که شما، و دوباره این کار شده، وقتی که بشینید ازدواج‌های اینها رو روی یک گرافی بیارید، روابطشون رو روی یک گراف بیارید، واقعاً یک شبکه در هم تنیده شفتنگ خوفانگیزی است از افراد به هم پیوسته. واضحه که اینها دستای همدیگر رو رو نمی کنند مگر وقتی که دعوا بر سر لحاف ملا باشه، مگر وقتی که دعوا بر سر این باشه که کی باید بیشتر از این خان یغمای 700 میلیارد دلاری بخوره و به خارج ببره. من فکر می‌کنم این ارتباطات هست، این روابط هست، این بسته بودن این فضا هست، این ایجاد یک نوع آپارتاید خانوادگی هست که مانع از این میشه که این مسائل هم برملا بشه و هم دنبالگیری بشه. هر روزنامه نگار مستقلی هم که بوده، مثل روزنامه آفتاب یزد، مثل روزنامه های دیگه، نمیخوام اسمشون رو ببرم برای اینکه فردا میرن روزنامه نگارا رو میگیرن، اونهایی که در ایران هستن، هر کس در ایران سعی کرده روزنامه نگاری مستقلی بکنه، یا الان در زندانه یا اونقدر تهدیدش کردن که جرئت نداره یک کلمه در مورد این مسائل بنویسه. این فضاست که اجازه میده این فسادها، به قول خود آقایون، به قول خود نمایندگان مجلس، این 6 سال فاسدترین 6 سال تاریخ ایرانه. من عین نقل قول یکی از نمایندگان رو میکنم، میگه این در تاریخ ایران سابقه نداره. و ما در تاریخ ایران پادشاهانی که آشو با جاش میبردن چندین مورد بودن، پادشاهانی که مملکت رو به بلژیک، گمرکش رو به خاطر 40,000 تومان میفروختن داشتیم، و اینکه بگید در قیاس با اونها این دوران 7 ساله فاسدترینه، حرف بسیار عجیبی است از خودشون. آقای واحدی، اگر نکته دارید در این مورد بشنویم، و دوست داشتم این فرصت باقی مانده که داریم، این سایت جهان نیوز با آقای زاکانی از همین نماینده مجلس تیتر زده عصبانیت واحدی از یک خبر و تهدید به افشاگری، بحث افشاگری زیاد شد. بفرمایید که ماجرا چه هست؟ بحثایی از جرس شروع شد، بعد سهام نیوز واکنش نشون داد، بعد دوباره جرس مطلبی نوشت، کیهان این رو منتشر کرد. بفرمایید ماجرای اینکه شما مشاور آقای کروبی هستید یا نیستید، یا این بحثی که مطرح شده چه پاسخی داره؟ ببینید، مشاورت آقای کروبی، خب خود ایشون مشاور تعیین میکنن، غالبا هم خود ایشون میتونه عزل بکنن، کسی که نمیتونه عزل کنه. اما خب سایت سهام که وابسته به خانواده ایشون است، توضیح دادن، من خیلی با این نیستم وارد قصه بشم. طبیعیه روزنامه کیهان از این اختلافات سوء استفاده میکنه، مهمم نیست، اما ای کاش همون چیزی که من نوشتم رو همشون مینوشتن، کما اینکه هر بار من حرف میزنم سایت جهان و کیهان و اینها بسیار از اوقات جرئت نمیکنن هیچ چیزی نقل کنن، برای اینکه هیچ جمله ازش در نمیاد. اما در همین، من تهدید به افشاگری نکردم، من چند نکته خیلی واضح گفتم، اصلا عادت ندارم تهدید کنم. من نوشتم که توضیح خواهم داد، بلافاصله هم توضیح دادم که نظرم در مورد اون سایتی که مسائل نوشته، اما به نظرم قضیه در شرایطی که ما الان داریم اینقدر مسائل مهم هست که نباید اون بپردازیم. یه نکته فقط من در مورد فرمایش آقای میلانی عرض کنم، این که بعد صحبت که شما کردید در مورد آقای بروجردی، ببینید این آقای صادق محصولی نه عراقی نه عراق متولد شده. این روز هفتنامه یال اسارات که ما انصار حزب الله در مورد ایشون نوشته که ایشون با نفوذی که داشته یک ملک ما کسی که خارج بوده برداشتن به نام همسرشون کردن. یعنی به نظر من بعضی از کسانی که شناسنامه ایرانی دارن الان از هر بیگانه‌ای
برای ایران خطرناک‌ترن و دیگه این حکومت ملغمه ای از یه سری ایرانی تبار بیگانه پرست و یه سری بیگانه ای که اومدن شناسنامه ایرانی گرفتن و مناصب حکومتی رو اشغال کردن. تشکر می‌کنم از شما آقای مجتبی واحدی. آقای دکتر میلانی از شما هم سپاسگزارم برای شرکت در برنامه امشب. فوق از هر دوتون تشکر می‌کنم. با ما در فیسبوک و وبلاگ در تماس باشید تا فردا و افاق دیگر.